بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، امروز بیولوژی داریم. باسم به ادامه درس خود ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته درس خود شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، امروز صفحه 4 کتابتان باز کنید. موضوع درس ما صفات و مشخصات حجره است. انشاءالله در این درس ما صفات و مشخصات حجره را میخوانیم، یعنی حجره از خود چی صفات داره و چی مشخصات داره از خود. خب اینوان ما صفات و مشخصات حجره می باشن. در اینجا طوری که می بینیم گفتن که بعضی از موجودات زنده مانند آمیب، باکتریا، بله مانند آمیب، باکتریا و یا باکتریا و غیره از یک حجره ساخته شده اند. این را قبلا هم گفته بودیم که به نام موجودات زنده یک حجروی که در انگلیسی به نام چی میگن؟ یونیسلولر، یعنی یونیسلولر در انگلیسی به یونیسلولر میگن، یعنی یک حجروی. یعنی بله بعضی از موجودات زنده مانند آمیب، باکتریا و غیره دیگه موجودات هم هستند که از یک حجره ساخته شدن، که به نام موجودات زنده و یا یک حجروی که در انگلیسی هم یونیسلولر یاد میکنن. بله در حالی که جسم ایده ای از موجودات از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمده که به نام موجودات چندین حجروی و یا در انگلیسی مولتی سلولر یاد میکنن. بله بعض موجودات دیگه از میلیون ها حجره ساخته شده که در انگلیسی به نام مولتی سلولر یاد میکنن، یعنی در فارسی مانای چندین حجروی که در انگلیسی چی میشه؟ مولتی سلولر یاد میشود. بدن شما نیز از میلیون ها حجره ساخته شده است. بله حجرات تمام فعالیت های حیاتی از قبیل مثلا حجرات مثلا کدام فعالیت ها را داره، این را ان شاء الله در درس یاد میگیریم. بله خب فعالیت های حجره را در اینجا چی میکنیم؟ مثلا چی میکنه؟ یکی از فعالیت های حجره می است که تغذیه مثلا، بله فعالیت تغذیه را انجام میده و تنفس، ما میتونیم به وسیله حجره تنفس بکنیم. دیگر اتراز، تکثر است، بله تکثر است و غیره، یعنی کارهای دیگه هم است که به وسیله یعنی حجره چی میشه؟ ای به فعالیت انجام صورت میگیره، یعنی فعالیت میکنه. دیگر ساختمان حجره را میخوانیم شاگردان عزیز. بله خب دیگه ساختمان حجره در اینجا براتون معلومات میخوانم. گفتن که ساختمان حجرات بدن موجودات زنده نظر و انجام وظایف و موقعیت آنها مختلف میباشد. با آن هم حجرات همه موجودات زنده دارای ساختمان های، یعنی کدام ساختمان هاست؟ یعنی از خود هسته است، هسته، سایتوپلازم، غشای حجروی و همچنان در نباتات هم، یعنی حجره از چی ساخته شده؟ از هسته ساخته شده، از سایتوپلازم ساخته شده و از غشای حجروی ساخته شده و همچنان در نباتات بر علاوه اجزای فوق که در نباتات، یعنی این ساختمان و هسته و سایتوپلازم اینا موجود است، بر علاوه از این در نباتات دیگه چی وجود داره؟ در اونجا دیوار حجروی وجود داره که دیوار حجروی از خود محافظت هم میکنه. ولی در نباتات بر علاوه اجزای فوق دارای دیوار حجروی، میباشن. بله خب طوری که در این تصویر هم میبینیم شاگردان عزیز، ما ساختمان حجره در اینجا میبینیم که نو پیشتر براتون گفتم که دیوار حجروی و هسته و غشای حجروی در اینجا ما بیشتر از او هست که در یک حجره در بخاطر ساختمان یک حجره، یعنی هسته در داخل حجره قرار داره، در اینجا معرفی میکنیم. در اینجا طوری که میبینیم خط به یک شکل آبی رنگ، یعنی به شکل آبی رنگ است که ایره به نام واکیول یاد میکنن. در اینجا فقط معرفیش میکنم. در اینجا بله دیگه دیوار حجروی را ما گفته بودیم که دیوار حجروی چی است. طوری که میبینیم این دیوال ها را مثلا خط دومی به دیوار حجروی یاد میشه که محافظت میکنه. طوری که میبینین این در نباتات وجود داشت. دیگه کلوروپلاست داریم، بله کلوروپلاست داریم، مایتوکاندریا داریم، بله مایتوکاندریا در حجره و دیگه هسته داریم. طوری که هسته رو میبینین، بله هسته داره از خود چیز دیگه. سایتوپلازم کدام قسمت از این است؟ ببینیم این قسمت زردک میبینیم اینا سایتوپلازم گفته میشه و غشای حجروی داریم.
غشای حجروی کدام قسمت حجره را میگه تعریف کنید دیده میتونین این هم که غشای حجروی است. انشاءالله اینا را به درس های آینده هم معرفی میکنیم. از خاطر اینجا نخواستم که تمام اینها را معرفی کرده تیشم که وقتتان زایی نشم. خب در اینجا معرفی میکنیم که غشای حجروی طوری که به ساختمان هم دیدین شما غشای حجروی وجود داشت در چیز که غشای حجروی چرا میگن؟ بله غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد میشود که اطراف حجره را میپوشاند. این غشا دارای دو طبقه و سوراخ ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقش مهمی دارد. بله دیگه مثلا غشای حجروی آب است. بله غشای پلازمایی بله چون به نام غشای پلازمایی یاد می شود ما گفتیم که در یعنی دو طبقه و سوراخ ها یعنی دو موجود است در غشای حجروی و همچنان آب، اکسیژن و مواد غذایی. آب، اکسیژن و مواد غذایی را به چی می رسانه؟ به حجره می رسانه. بله و مواد اضافی به مانند چی؟ مواد اضافی البته کاربن دای اکساید است که ما خود ما هم وقتی که تنفس میکنیم اکسیژن را به شکل کاربن دای اکساید ما وارد چی میکنیم؟ پس خارج میکنیم یعنی مواد سوختگی و یا ناکارآمدواری مثلا کاربن دای اکساید را ایچ میکنه از بله از بله از خارج میکنه یعنی فعالیتشان یست یعنی کاربن دای اکساید و غشای پلازمایی اینها رو چی میکنه از پس دوباره خارج میکنه. خب عنوان دیگه ای داریم که در حجره در ساختمان حجره قرار داشت دیوار حجروی است. دیوار حجروی را به تصویر شما دیدین معرفی کردیم در اینجا براتون تعریف میکنم دیوار حجروی چی را میگه. این ساختمان در حجرات و نباتات دیده میشود که ضخیم و مستحکم بوده و بیشتر از سلولوز ساخته شده است. طوری که من دیدم یعنی به خاطر یعنی مستحکم یعنی به خاطر محافظت استفاده میشد که هم یک در یعنی در نباتات قرار داشت یعنی نباتات داشت از این. خب بله طوری که گفتم تنها در نباتاتی قرار دارد یعنی ضخیم است بسیار مثل دیوار واری بله ضخیم و مستحکم میباشد. بله خود تصویرم که دیدین و همچنان در اینجا گفتن که دیوار حجروی دور حجره نباتی را احاطه نموده و به حجره شکل ثابت میبخشد. همچنان مانع عبور میکروب ها بله مانع عبور میکروب ها به داخل حجره میگردد که هم یکی از وظایف بسیار مهم دیوار حجروی میباشد. بله دیگه دیوار حجروی در حجرات حیوانی وجود ندارد. بله طوری که میبینید در حجرات حیوانی وجود ندارد. یه معرفی بود. خب تشکر از توجهتان شاگردان عزیز. باز هم درس ما رو تعقیب بکنین. تشکر و زنده باشید.